هر من قبول کنید به اندازه گاو میخره. خب یک فایل صوتی منتشر شده، همین چیزی که الان دارید میبینید، منصوب هست به یک شخص به نظر میرسه خیلی شجاعه. ایشون به پسر شاه میگه قد گاو، حتی عذرخواهی میکنم تکرار کردم، نمیفهم. خیلی خیلی جلو جرأت داره این آدم. من مثلا جرأت بگم به پسر شاه مثلا بگم اسب دیابوست، اما ایشون گفته خیلی شجاعه. خب حالا این فرد آقای مسعود بهنود هستش، این فایل صوتی منصوب به این شخص هست که منتشر شده، حالا توضیح خواهم داد. من فایل میخوام پخش بکنم که کسایی فقط به خاطر این اومدن بشنون و بعدا به صورت آن بایست، به صورت بدون سوگیرانه به این موضوع خواهم پرداخت که این قضیه اینا چیه، این فایل ها و همین موضوع. پس ببینید آقای مسعود بهنود هستن، چون قدیم مثلا طرفدار موسوی اینا بود و الان فکر کنم مثلا وکالت و اینا هم داده، حالا خواهیم پرداخت. این فایل رو من توضیح بدم فقط، صورت های آدم ها رو خاطر که در آپارات بخواستی پخش بکنیم پوشوندم که مشکل فنی قانونی پیدا نکنه و اینکه صداش هم اپتیمال کردم که بهتر شنیده بشه. یک دو سه من رضای عنوان شخصی خیلی دوستش دارم در الان مکرده، ولی هر من قبول کنید به اندازه گاو نمیخواد، به اندازه گاو مهربان نمیخواد. تو ملت بدبختی که راه میفته میگه با همه امید اون بمونه. آقا 40 سال هیچ کاری نکرد، اسم شاهزاده هم باشه. آقا شما چه فکر میکنین که الان بطور کاری بکنه؟ آقا باید چقدر یه ملتی خام باشه، چقدر باید یه ملت مجموعی خر باشه. خب ببینید که خیلی خیلی دیگه ایشون حرفای بی ادبی میزنه به سر شاه. خب یا جدا دلیورتی زیاده یا اینکه خب حالا ولش کن، حالا مثلا قرار بود بدون سوگیرانه. خب حالا فقط میخوام در مورد این موضوع توضیح بدم، دیگه فراموش نکنم که آن بایست بدون سوگیری. خب ما در عصری زندگی میکنیم که سیستم مثلا هوش مصنوعی و این چیزا اومده که میتونه صدای مثلا محستی رو هم تولید بکنه. اینو داشته باشید گوشه پرانتز. بعد از اتفاقاتی که اخیراً افتاده بود که ما دیدیم فایل صوتی خانم سیما ثابت که در تلویزیون انترنشنال کار میکرد، عذرخواهی میکنم، در تلویزیون ایران اینترنشنال کار میکرد، در واقع کارمند رسمی بود، آقای مسعود بهنود فایلی منصوب به اون منتشر شده، چون ما دلیل موجهی نداریم، در کانال خبری من عمومی دیدم پخش شده بود، اینجا گذاشتم پخش کنیم و یک توضیحاتی بدم منصوبه به او. اما ممکنه که برای ایشون نباشه، ولی احتمالش کمه. در واقع احتمال و امکان رو بعد در صحبت بکنم، امکان اینکه فایل برای ایشون نباشه و ساختی مثل هوش مصنوعی باشه هست، ولی احتمالش کمه، احتمالش واقعا بالاست، چون ایشون در واقع سابقه سیاسی انقلابی داشته در دهه 57 اصلا. خب همه میدونن اصلا چیز اصلاح طلبی مثلا چیز هم بوده، مثلا طرفدار موسوی و اینا هم بوده، حتی در دهه چی گنجی اینا، زمان قدیم سابق زمان خاتم اینا، تا اون زمان هم ایران بود و بعدا رفت الانشون در ایران بوده، مثلا نویسنده بوده و تو حوزه مثلا خبر و اینا هم کار میکرده. پس ایشون اتوماتیکلی اصلا فرد مثلا طرفدار مثلا محمد رضا شاه پهلوی نبوده که حالا مثلا الان مثلا مشخص بشه که ایشون مثلا به شاهزاده پهلوی مثلا حرف بد زده، این مثلا چیز عجیبی باشه. خیلی روشنه این تلویزیونی که ما داریم میبینیم، تلویزیون بی بی سی، که ایشون در واقع کارمند اونجا نبود، حالا نمیدونم شاید هم بوده، ولی خب بیشتر بوده کارشناس خیلی مؤثر و جزو تدوینگران اصلی و اینا از سابق حضور پیدا میکرد، ولی خب این چیز عجیبی نبود. فقط چیزی که عجیبه با فرض اینکه فایل برای ایشون باشه و اون فایل اون سه نفر دیگه که اخیرا پخش شده بود هم، بابک اسحاقی و خانم سیما ثابت و اون خانم دیگه، با فرض اینکه این فایل هم برای ایشون باشه، اون دیگه ادمیت شد یه جورای، اون دو سه تای دیگه ادمیت شد، تایید وریفای شد که برای اوناست. اما با فرض اینکه این فایل برای آقای مسعود بهنود، اشکال اینجا کجا پیش میاد؟ اشکال در واقع ناصادقی و ریاست. یعنی چی؟ من الان رفتم پیدا کردم، الان براتون نشون میدم، توییتشو پیدا نکردم، مثلا استوریاشو پیدا نکردم، اما یک چیز جالبی هست بهتون نشون خواهم داد. اوکی، که این فایله در واقع یک اسکرین شات من گرفتم، گویا من میگم پیدا نکردم، اما گویا ایشون در اتفاقات مثلا پارسال ژانویه پارسال مثلا توی بهمن ماه بود که آدما مثلا میرفتن به شاهزاده پهلوی وکالت میدادن، گویا ایشون وکالت هم رفته داده، گفته من شو وکیل من. خب آیا
محتویات فایل ایشون صحیحه یا اون موضوع؟ اگر اگر شو... یعنی شما اگر وکالت داده باشه آقای محسود بهنود به آقای شاهزاده پهلوی، در واقع به گاو وکالت داده، پس این غلط، این خیلی توهین‌آمیزه. پس بهتره که این فایل برای ایشون نباشه، که همچین توهینی نکرده باشه. مگر اینکه اگر بپذیریم، اینکه ایشون به شدت ناصادقه که در دلش چه فکری میکرده با توجه فایل صوتی و رفته وکالت هم داده. خب این حال مثلا انگیزش چی بوده، منظورش مثلا چی بوده از این کار، که میدونه که یک شخصی در واقع مثلا 40 ساله و چیزایی که گفت، بیشتر اکت و عمل این موضوع مورد بحث و اینه، محتوای حرفش زیاد چیز خاصی نیست و به نظر میرسه اون توی پرایویت گفته شده باشه، که الان گفته میشه که این فایل در واقع هک شده و مثلا اینجوری منتشر شده. ولی به نظر میاد این فرد مثلا اگه غیر از پابلیک و مثلا این حالت کوچلوار کرواتی و اینا نباشه، از این حرفو میزنن اینا خودشون هم افراد در واقع این حرفا رو میزنن، ولی خب در رسانه وقتی اتفاقاتی میفته میان چیز دیگری میگن. میگم با فرض که این فایل صوتی مال ایشون باشه، ولی خب داره فعلا داره میگه منسوبه به ایشون، تا مثلا دلایل عقل پسند و موجه و در واقع کافی داشته باشین که در واقع مشخص بشه، که بیشتر مشخص بشه که فایل برای ایشونه. ولی خب میگم با این که امکان داره فایل برای ایشون نباشه، ولی احتمالش کمه، تو احتمالش بالاست که ایشون حرف زده با توجه به سابقه سیاسی ایشون در سالهای پیشین. اوکی، و سالهای خیلی قبل، دهه 50 و 40 ایشون مثلا کسی مراجعه بکنه بهش میخوره که نظرش اینجوری باشه. خب این حالا فایلی بود که امروز منتشر شد، من گفتم که به صورت خیلی داغ از راستش بخوای محتویاتش امروز برام مهم نبود، اینکه این آقا چی فکر میکنه امروز برام مهم نبود، و من یه فردی هستم کرگیر، دنبال ویو هستم، وگرنه این اتفاقات سیاسی که مثلا این رقم خورده ایشون مثلا اثبات بشه که مثلا کارشناس بی بی سی مثلا آدم ناصادقی است، یا مثلا اثبات شود که ایشون در دلش به شاهزاده پهلوی چه میگوید، اهمیتی از اتفاقات جهان واقعی سیاست فکر نمی کنم داشته باشه. همین فعلا. حالا ببینیم که اگه اتفاقات دیگه واکنشی نشون داد یا چیزی گفت، میایم اینجا بهشون میپردازیم. ولی به نظر میاد که وکالت رو داده. حالا ازش سوال بپرسید، مثلا ریتوییت بکنید که آقا آیا شما این حرفا رو زدید یا نه. اگه گفت آره، بگو شما چرا رفت به یک شخصی که چون رو گاو میپنداری وکالت دادی. اگه پذیرفت، بگو بچه ناصادق هستی که در دلت یه چیز میگی، در پابلیک چیز دیگه. خب جهان سیاست این چیزها رو داره دیگه، ما هم نباید انتظار صداقت داشته باشیم از افرادی که در صحنه واقعی سیاست فعالیت میکنن. فعلا همین، اگه نظر داشتید بنویسید. در قسمت‌های بعدی اگر دیدیم که خیلی جالب موضوعش پیش خواهیم پرداخت. 23 شهریور 1402 بود، 14 سپتامبر سال 2023. خدا نگهدار همگی.